ده موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقت نماز خواندن. وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد. زیرا خودش گناهکار میشود. قرآن میخواند. یک برادر قرآن خوانده است یک کسی میاد سلامش میدهد. سلام دهنده گناهکار میشود. خب وعظ میگوید من امر معروف دارم. او کس میاد برای سلام میدهد. سلام دهنده گناهکار میشود. با ذکر مشغول باشی. چهارمش نه ذکر کرده ای سادم سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ای سادم اون کس میاد مرا سلام میدهد سلام دهنده گناهکار میشود خطبه میخواند وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند باید هیچ کس با وی سلام ندهد کسی سلام میدهد وی گناهکار میشود اذان میگوید یا قامت میگوید در وقت اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن زن نامحرم کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاح رس است به وی هم سلام دادن جایز نیست ششم کافر آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن اینم جایز نیست با وقتی خانداری یعنی یک آدم کتاب آورده است یعنی یک آدم خانداری کرده است یک آدم دیگه بر وی سلام دهد این هم گناهکار می شود با وقتی بول و براز یعنی آدم وقتی در حاجت خانه می درآید اگر کسی دیگر خواهد حاجت خانه درآید وای را در حاجت خانه بیند سلام دهد سلام دهنده گناهکار است دهم با وقتی طعام خوردن در وقتی طعام خوردن هم کسی سلام می دهد گناهکار می شود امروز در مردم ما همین دست در توقعی با این بالا تا زور کرده میاد دست می گیره سلام میکنه این سلام جایز نیست آخر وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده سای همون دهنکیش هم سلام بدین امروزش کفایت میکنن السلام علیکم بس شرط نیست که به پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید این از طریقه سلام